برای خودت حرف میزنی، تو تا کسی بهت فش ناموسی نده فش نده بهش فش میدی، تو کسی بهت نامردی نکرده بهش نامردی میکنی، مگه دیگه خیلی پست باشی؟ وقتی یکی میاد بیادبی میکنه بیادبی هم میشنوه دیگه، وقتی یکی میاد نامردی میکنه باید منتظر عواقبش هم باشه دیگه. بچه های نظامات قلب منن، درود به شرفت پرسپولیس. میگه جواب های هویه دقیقا دیگه. آقا تو بیا بیادبی نکن، اگه از من بیادبی شنیدی هر چی دوست داری بهم بگو. خاک پای بچه های فلان عشق من، وقتی میای فش میدی وقتی میای بی ادبی میکنی مسلما آقا ما یه بار خودمون رو کنترل میکنیم، دو بار خودمون رو کنترل میکنیم، سه بار کنترل میکنیم دیگه، آقا بعد دیگه باید جواب بشنوی دیگه. خار کسه، اگه من کار زشت میکنم خب اصلا هم خزارم اینجا توی کونی اینجا چی کار داری؟ ها؟ محمد فرهانی 67. برو جایی که زشت نباشه، برو. رحمت به شیرت آقا، مال تو صفه چست کسی نبره، تومت به کسی هم نزن، هرکی هم به زور ازت گرفت اون موقع برو با زور باش طرف شد. منم سیوش کردم، قرار نیست که دوستیات آخر اون با هم بمونه، قرار نیست که برادریات آخر اون بمونه، بالاخره یه جایی به اختلاف میخورن، ولی جایی که نامردی شد آقا دیگه باید هر کسی جوابگوی اعمال خودش باشه. آقا من گل بچه دولتوت، وقتی تا امروز با من خوبی من چیکار دارم به تو نامردی بکنم؟ من اینکه سر سفره پدر مادرم بزرگ نشده باشم یا شما همینطور. آقا محمد ارباز عشق من داداش، زیر خواب من بودی میاد به من بیادبی میکنی؟ برو بیرون خالو شهریار با عشق داشتم، خوش اومدی. خالو شهریار چیکار کردی داداشون برنامه رو؟ آقا احسان عزیز، بچه های کرموشا، آقا محمد عربا قلب منی. آقا بابا تخمام تو کس مادر جا مونده، مادر کونی، اگه الان نمیبینیش برو تو کس مادرت بگرد ببین تخمام هم اونجا گیر کرده، مادر جینده. اون موقعی که من رفتم از ایران تو پر قنداقت بودی، برو بیرون مادر جنده. بچه های پارک تش برامین عشق منی، فدا داشتم با شهری ها فعلاما میرزا خوش اومدی. آقا خورشید آقا تعصب آقا خوبه رو میکشی، میخوای بیادبی نبینی بیادبی نکن. بچه های خورم آباد چش چال منم، بچه های دروازه غار به به کودش چش چال منم، داداش خواهرزاده های ما کردا میشن کودشتی ها عشق منین. میگه سید خدایی ندیدم چند سال شما به کسی بیادبی میکنه، دقیقا دیگه آقا ما 3 سال بیادبی نکردیم، شب تا صبح به ما بیادبی میکنن. یک کدوم از اینایی که دارن میان اینم به ما میگن آفش نده
نمی به اونا نمی رفتم بگن آقا چرا به سید بی حرمتی میکنین، بی ادبی میکنین، حالا میان برای ما درس ادب میدن. اون موقع که همین پیج اسمش انجمن مشتی های مبارزه با خودزنی و فحاشی ناموسی بود، چرا نمیومدین تایید بکنین؟ چرا حمایت نمیکردین؟ چرا حمایت نمیکردین؟ چرا به اونایی که میومدن به من بیادبی میکردن، به فالوورهای من بیادبی میکردن، چرا جلوشون وای نمیستادین؟ حالا اومدین برای من درس ادب میخواییم بدین؟ آقا مرتضا بچه کردای کرمانجای خراسان چش منن و همدان جاده ساوه ربات کریم، سه تو بزن نیستی بیا باد بزنی. فعلا که تو رو زدم از بالا، اینم تو فضای مجازی میزنم از پایین، میزنمت میبندمت برو بیرون مادر به خطا. میگه یادمه انجمن رو کار درسته. خب آقا ما 3 سال ما اومدیم میگفتیم ما کسی به کسی فحش نام. ببین همین بیناموس هانی کنا تو همین وایسا و چتایی که ازش ضبط کردم، خب به من فحش ناموسی میداد دیگه، به من فحش ناموسی میداد، میگفتم آقا من به دشمنم هم فحش ناموسی نمیدم. یادتون رفت؟ همین مال 2 سال 3 سال پیشه، مال گذشته است. یکی تو نیومد بگه آقا این بی ادبه، این فلانه، این داره بی ادبی میکنه. سید آیپوش تمام احترام رو میذاره. خدا رحمت بکنه آقا مهدی رو آرامون. آقا عباس که میمون بیادبی میکنن دیگه، همین دیگه، ما رو بیادب کردن. خدا رحمت بکنه اصغر خارجی رو. تا نابودی هانی کنان نهزت ادامه دارد. بچه های پامنار قلب منن. روی داشت وید مرادی شاد. خب آقا من که معصوم نیستم دیگه، آقا من که معصوم نیستم دیگه، آقا تو شب تا صبح یه بار نه، دو بار نه، سه بار نه، یه ماه، دو ماه، سه ماه، 4 ماه، 5 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال بهت فحش بدن تو جواب ندی؟ مگه از آهن ساخته شدم من؟ مفرای لایو ان اینا. خدا رحمت بکنه به روزا جیرون، همه اسیرای خاکو. علی آقا ما هم شما رو دوست داریم. آقا فش نده، فش نخور آقا، بیادبی نکن، بیادبی نمیبینی، این یه قاعده است. خالو شهریار عشق منی داشت، خیلی خوش اومدی. آقا رضا، آقا اشکان، خدا رحمت بکنه آقا آسایش رو. بچه های بوداپست عزیزای دل من، میگه پیج گندگوزا سلام دارن خدمت. آقا من ناراحتم از پیج گندگوزا، شدیدن شدیدن ناراحتم. کمکاری دارن میکنن، تنبلی دارن میکنن، از سید آیپوش فیلم و عکس نمیذارن. من خیلی خیلی ناراحتم.
آقا رضا پناهی دارم میبینم داداش، تا اونجا که میبینم سعی میکنم کامنت ها رو بخونم داداش. آقا پیمان داداش قلب منی داداش، پرسپولیس چی چیزایی بینیسه. سلامتی آقا قربانی، ایشالله آزادی هنو دست بسته. بچه های هلند چش چال مننی. آقا میگم که آقای برادر من، من میگم آقا چقدر تکرار بکنه، ما 3 سال تحمل کردیم، منم که معصوم نیستم دیگه، ما هم از گوشت و پستخون پوست و استخون و عصب ساخته شدیم دیگه، تحمل آدم یه مقدار دیگه، دیگه حدیه دیگه. ایران هم وقتش بشه میام داداش، تو چرا دنبال چی میگردی؟ دنبال خون و خونریزی میگردی؟ میخوای زودتر خون ببینی؟ آره؟ میگه بلند شو بیا ایران؟ آره؟ خدا رحمت بکنه آقا شریف، نوکری مردم. ما اینجا فش به بی ادبا میدیم بعد از 3 سال سکوت. چرا شما این شمایی که انقدر خوب بلدین فش ناموسی میدین، خب انقدر فش ناموسی خوب میدین، چرا به اینا که ناموستون رو میفروشن تو لایواشون میارن شک شک میکنن لختشون میکنن مثل ساشا صوبانی و داود عزینه و امثال هم، چرا به اونا نمیرین فاش ناموسی میدین، برای اونا میرین دست میزنین فالوشون میکنین میلیونی بی غیرت ها توفتون غیرتتون، میان به یکی مثل سید آیپوش که میگه مراقب خانواده هاتون باشین شرافتتون باشین، میان به من فاش میدین. شما اگه انقدر زرنگین و غیرتین و با غیرتین و ناموس پرستین و ناراحت میشین، بریم به اونا فوش ناموسی بدین، به اونا که ناموستون رو لخت میکنن توف تو غیرتتون، بریم به اونا فوش ناموسی بدین، بریم پیجای اونا رو ریپورت بکنین، نه سیدا بیاین به سیدای پوش فش بدین وقتی میگه آقا مواظب زن و بچه هاتون باشین، مواظب جووناتون باشین تو دام اعتیاد نیافتن، تو دام باندای مواد مخدر نیافتن، تو دام خونه های تیمی و بیشرفی هانی و امثال هانی نیافتن، بریم به اونا فش بدین نه به سیدای پوش. شما اگه غیرت دارین، اگه شرف دارین، ولی نه شما که میان من به من این بی ادبی ها رو میکنین، حتما دستتون تو یک کاسه است، با باندای مواد مخدر دستتون تو یک کاسه است، با خونه های تیمی بیناموس و شرفتون رو دارن لخت میکنن تو لایف ها، دستتون تو یک کاسه است. آقا پیمان داشتم، آقا سید شما میریم میلیونی میلیونی این بیشرف ها رو که ناموستون رو دارن میفروشن فالو میکنین، براشون دست میزنین، افتخار میکنین که دارن ناموستون رو دارن لخت میکنن، شک شک براش میکنن، تخم مرغ لای باسن ناموستون میذارن میشکنن، برای اونا دست میزنین، کیف میکنین، افتخار میکنین، میگین این فرهنگه، این آزادیه، دینتون رو فروختین، خداتون رو فروختین، شرافتتون رو فروختین، غیرتتون رو فروختین، به عنوان که این آزادیه، هر کی دوست داره لخ میشه، هر کی دوست داره بده، شما بی غیرت شدین. وقتی من میگم شما، نه این که همه رو جمع میبندم، اونایی که همچی کسا رو تأیید میکنن، این بیناموسا رو تأیید میکنن، درست صحبتم به اوناست،
رو صحبتم به اون میلیون ها نفره که میرن همچی کسایی رو تایید میکنن و فالو میکنن، رو صحبتم به اوناست، رو صحبتم به اوناست. نه اینجا بگو جمع نگه آشقال، ما با آدم بدا کار داریم، با خوبا کار داریم، که ما میگیم شما خوب باشین، مواظب شرفت باش، مواظب آب خاکت باش، مراقب ناموست باش. یارو بی شرف، بی ذات و بی اصل و نسب اومده پرچم آمریکا رو پروفایل گذاشته، میاد به من میگه تو عامل نظام جمهوری اسلامی. آره من عامل نظام جمهوری اسلامی ام، افتخار میکنم به پرچمم. توی بی غیرت وطن فروش بی ناموس، چرا پرچم یه بیگانه رو گذاشتی بالا سرت؟ چرا پرچم یه بیگانه رو کردی عکس پروفایلت؟ توف تو ذاتتون بی غیرت های وطن فروش. یارو داره ناموستون رو رگباری فش میده، یه بیگانه است، براش میرین دست میزنین. ولی من میام میگم و مراقب ناموستون باشین، میان به من فش ناموسی میدین. توف تو ذاتتون، توف تو کردارتون، بی اصل و نسبا. و همچی آدمایی رو من میگم تخم مغول و چنگیز و تاتاره. دیگه میگه واضح سخن بگو، از این واضح تر از خدا براتون میگیم، از دین براتون میگیم، از مذهب براتون میگیم، میگیم راه خدا اینه، درستش اینه. بیان به ما میگین عامل نظام جمهوری اسلامی، ارتجاعی، نفهم، بیشعور. بعد یکی برات یه تیتر باز میکنه از یه کتاب فلسفه نمیدونم خاک خورده، به اون میگین متمدن، به اون میگین متشخص. یکی دوتا حرف قلمبه سلمبه براتون میزنه، فکر میکنه بله تمام تمدن افتخارات دنیا رو به دوش کشیده. ولی یکی از خدا و پیغمبر و شرافت و ناموس پرستی براتون میگه، میان بهش فش ناموسی میدین، تهدیدش میکنین. توف ذاتتون، توف غیرتتون. آدم از میگه از مامورا دارم، آقا آدم از خودی کتک بخوره، از هموطنش کتک بخوره، از یه غریبه بیناموس بیگانه کتک نخوره. غیرتتون کجا رفته؟ تو دوست داری یه آمریکایی یه بیگانه پوتینشو بذاره پس گردنت؟ تو دوست داری؟ افتخار میکنی؟ پوتینی یه بیگانه بیاد تو سرزمینت، رو آب و خاکت، ناموستو به حراج بذاره؟ ولی یه هموطن آقا زدت کشتت، هموطن منه. اینگار مثلا میگه آقا ما داداشیم، دوتا داداش ما هم دعوا میکنن، یه غریبه میخواد بیاد جدا بکنه، میگه آقا برو کاری نشته باش، ما داداشیم. شما فکر میکنید هر کی خارجه، هر کی تو اروپا نشسته وطن فروشه؟ هر کی تو اروپا نشسته تو خارجه متمدنه؟ با شخصیت، با کلاس تحصیل کرده است؟ اشتباه نگیرین. وقتی هم پاش میخوره میگیم ما تمدن 2500 ساله داریم، ما تابع زرتشتیم، ما تابع
نمیدونم هخامنشی، ما داریوش کبیریم، کوروش کبیریم، گفتار نیک، نمیدونم پندار نیک. خب از اینا کدومشو به ارث بردین؟ کوروش گفته آقا پرچم کشور دیگر رو بیار بذار تو پروفایلت. کوروش گفته آقا بیا دست بزن برای اشغالگر. داروش کبیر اینو به شما گفته که دعوت بکنی از بیگانه بیاد کشورت اشغال بکنه؟ اینا رو بهتون گفته کوروش، داریوش کبیر؟ اگه تابع زردشتی میگه، اون میگه پندار نیک کردار نیک. تو چرا میای فش میدی؟ مگه تو تابع اون دین نیستی؟ میگی دین اسلام مال تازیاس، مال عرباس. خب تو که صاحب دین زرتشتی و ادعات میشه، چرا میای فش میدی؟ چرا انسانهای دیگر آقا حرامزاده حساب میکنی؟ چرا؟ به چه دلیل؟ وقتی اینجوری انسانهای دیگر رو اینجوری خطاب میکنی، یعنی تو نجات پرستی، یعنی تو تابع زرتشت نیستی. ادعات چی میشه؟ ادعای چی میکنی؟ به چیت مینازی؟ نه اسلامو گرفتی، نه زرتشتو گرفتی، نه فلان گرفتی. الان دست میزنین برای آمریکا، برای نمیدونم فلان. آقا بیا فکر میکنه اوه الان مثلا تو ایران بار بشه، دیسکو بشه، آزادیه. بابا اینا که اینجا دم به ساعت بار و دیسکو دارن، اینجا همه دارن مثل دیوونه ها دارن انگشتاشونو میخورن، اشبا شدن، تو سری خور شدن. دو روز خوشه، سه روز خوشه، شیش ماه خوشه. میگه یه حرف خوب بزن دیگران استفاده بکنن. خب از نظر ما الان ما اینا رو گفتیم، عقب افتاده ایم، ارتجاییم. میگه یه حرف خوب بزن. آقا من میگم مراقب وطنت باش، مراقب ناموست باش، مراقب اجتماعت باش، مراقب آب و خاک و دین و عقیدت باش. میگه یه حرف خوب بزن استفاده ببریم. خب اینا معلومه آب به هیچ کارت تو نمیاد. تو دنبال بیشرفی و بیناموسی و هرزگی میگردی، نه دنبال تمدن. شما اینا رو میخوایی، شما فکر میکنی هرزگی و بیشرفی و کسافتکاری و بار و دیسکو، هرکی برا خودشه و هرکی سوار هرکی بشه و زبدری حال بکنه و نمیدونم به مادرش تجاوز بکنه و به فلان بکنه و با آبجیش همخوابی بکنه، این آزادیه، این رهاییه، این تمدنه. خاک تو سرتون. والا اینا هم که تو همین تو اروپا این کار رو میکردن، اینا هم خسته شدن از این کار، فهمیدن پوچه. آقا امیر تهرانی، خدا لعنت کنه فراموسونا رو. کی گفته من نمیام ایران؟ من همیشه ایرانم، اومدم، موندم، رفتم، برگشتم.
هر کی به سید آبپوش بی ادبی میکنه به ایل و تبارش بی ادبی کرده. بانو هستی آخه، تو کی هستی با یه پروفایل فیک اومدی میگی چرا ما ندیدیم جون؟ خب حالا به صف وایسا تا نوبتت بشه. آقا ایوب خوش اومدی. آقا کی ما شبت بخیر. انشالله انشالله. خلي ولي آقا منصور عباس. خب کرد و لور و فارس و ترک ما هم دوستشون داریم عزیزای من. آقا هرکی که مراقب خودشه، مراقب خانوادهشه، مراقب دین و مذهب و غیرتش و شرافتشه، ما دوستش داریم. حالا میخواد کرد باشه، لور باشه، عرب باشه، هر چی میخواد باشه. آقا امید داداشم یا الله. سلام داداش. داداش سلام تصویرت ندارم امید جان. سلطان نوکرتم، بذار دقیقه بزنم بیاد روم. اومد؟ نه داداش متاسفانه نیومد. داداش تصویرت نیومد. وای 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 بابا، سید آیپوش افتخار داده، چرا نمیای؟ عزیز دلم گوشی تو روشن چیز بکن، قفلشو باز بسته کنم. آره قفلشو باز بسته بکن شاید بشه. نه داداش نه، میخوای یه بار دیگه درخواست بده عزیز دلم. سرش بریده هست، نگران نباش. پیجش قفله، باید باز کنم. میگم گوشی رو هم باز بکنم. آره داداش آره. سی جان منو بیار بالا. کی گفته؟ آه من بذارین دوستمونو ببینم میاد بالا. بذارین دوستمون یه بار دیگه بیاد. امید جان ببینیم. آقا ابوالفضل، آقا مهتی، داداش بخوای اسم کسی رو دیگر رو بیاری تو لایو من هایدت میکنم. آقا هر کی خواهی داره بیاد روبرو حرف بزنه. شما آدم های دو به همزن هستین دیگه، از این میارین از اون میارین حرف میارین میندازین تو لایو، میخواین فتنه بندازین. بانو مرزان عزیز خوش اومدید.